18 واگن 16 واگنش از تاجیکستان بود، دو واگنش خالی بود، رفتیم از تاشکند یک، از تاشکند دو، آدم‌ها رو گفتن 18 واگن پر شد از تاشکند، بعد دیگه فقط هم رو. عبدالخالق جورایف 3 سال قبل بعد از انجام 2 سال خدمت حربی در خاک افغانستان و 9 ماه اسارت در دست جنگنده های افغان در برابر صدها افسر و سرباز به قطاره سوار شد. آنها را آن زمان گفتند به قزاقستان برای جمع آوری حاصل گندم میبرند. از اون که اون مخفی بود کسی نمیدونست، 6 ماه 8 ماه هیچ کس نمیدونست. بعد وقتی که آوازه شد، بعد ماه از ناحیه سینو دعوت کردن، گفتن که سلینه میرید. وقتی سیوز با سلینه میبودن قزاقستان، ماه سلینه گفتن روان کردن. ساعت 12 شب قزاقستان رفتیم، خیلی براسی که خواب گریب بچه یوش خواب مو گریب سهری میخیزیم، ساعت 5 سهری نگاه میکنیم در کیویم. معلوم شد است که قطاره پر از سرباز و افسر و هم سربازان ذخیروی کشورهای جنوبی شوروی نه به حاصل غنداری به قزاقستان بلکه برای برطرف کردن صدمه اتمی نیروگاه چرنوبیل می روند. جورایف می گوید او مدت 28 روز در بلاک 4 ایستگاه چرنوبیل با لباس مخصوص به جمع‌آوری و بار کردن خاکستر به ماشین ها مشغول بوده، بعدن در پی بد شدن وضع سلامتیش به بیمارستان انتقال یافته است. زمانی که عبدالخالق جورایف به محلی صدمه رفت، دو فرزند داشت. بعد از بازگشت با صاحب 3 فرزند دیگر می شود. فرزند اولش که بعد از حادثه چرنوبیل تولد شد، معیوب مادرزادی است. دیگه فرزندم هم خیلی خوب شباب گیره میکنه، چی میکنه، پوم در میکنه میگه، یکون جو چیز نمیکنه، حد در میکنه میگه. روزی که یک 2 سال 3 سال معیوب دادن و بعد دیگه بس کردن، ادمینیت کردن. همین پنسه خودم اون روزا که با خودم وستانوید کردم، بریدم دن. اشتراکداران رفع عاقبت های فاجعه نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل در تاجیکستان روز 26 اپریل در دوشنبه از این حادثه 3 سال قبل یادآوری کرده و گفتند که گذشت زمان نتوانسته است داغ‌های سیاه این فلاکت را نه تنها از روح و جسم آنها بلکه از زندگی فرزندانشان بشوید. از همین 6000 نفری که برای برطرف سازی عاقبت صدمه نیروگاه برکت و چرنوبیل سفر بار کرده شده بودن، مدتی 86 تا آخر 92 سال. حالا در قید تشکیلات جمعیت ما 1864 نفر اشتراکچی برطرف سازی عاقبت صدمه چرنوبیل حضور دارند. از آن جمله 1458 نفرشون معیوب گروه گوناگون هستند. 3 سال قبل 26 اپریل سال 1996 در ایستگاه هسته‌ای چرنوبیل حادثه ای رخ داد که آن در تاریخ انسانیت از مدهش‌ترین فلاکت‌ها حساب می‌یابد. در نتیجه انفجار در بلوک 4 ایستگاه اتمی ماده‌های رادیواکتیو با صدها هزار کیلومتر مربع پهن شده به قسمت میلیون‌ها نفر ساکنان اوکراین، بلاروس و روسیه نقش فاجعه‌باری داشت.